امیدوارم از اونچه که تا این لحظه تقدیمتون شده رضایت خاطر داشته باشید. با این امید دعوت میکنم شنونده برنامه مرزهای دانش باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. مرزهای دانش، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم و فرهیختگان مبتکر در زمینه‌های علمی. با شما در استودیو مرزهای دانش از شبکه رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها همراه هستیم. همچنان با ادامه برنامه مرزهای دانش از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید این جمله زیبا رو برای شنوندگان برنامه‌مون بخونم که میگوید: دانایی توانایی است و آنچه به جهان شکل می‌دهد قدرت اندیشه هاست. صحبت‌های مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند مخترعان جناب آقای مهندس علی زارعی رو که هر هفته در خدمتشون هستیم درباره نخبه پروری و چگونه یک مخترع بشویم را با هم بشنویم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه مرزهای دانش. در برنامه قبلی تا اونجای پیش اومدیم که یک شخص برای رسیدن به اختراع باید چه پارامترهایی داشته باشه، چه روشهایی را دنبال بکنه. دانستیم دانشمندان بزرگ و مخترعین بزرگ دنیا همگی از یک روش استفاده کردن که این روش 5 پارامتر اصلی داشت که عبارتند از هدف‌گذاری، خودباوری، خلاقیت، نوآوری و اختراع. البته در قرن حاضر و در دوران عصر جدید، یعنی از سال 2010 به بعد، 2 پارامتر دیگه هم به اون اضافه می‌کنیم. یکی به عنوان مدیریت زمان و برنامه‌ریزی دقیق کلاسیک و دیگری استفاده صحیح از تکنولوژی. در سال 2001 سازمان جهانی یونسکو این پیغام را به تمام دنیا اعلام کرد که تا سال 2010 کلیه کسانی که با کامپیوتر و اینترنت و زبان انگلیسی آشنایی نداشته باشند بی سواد محسوب می شوند. حالا هر نوع سواد دانشگاهی که می خواهند این افراد داشته باشند بایستی با اینترنت و زبان انگلیسی در ارتباط باشند تا بتونن تجربه های خودشون رو کامل بکنن، افکار خودشون رو با تمام دنیا از این طریق مخابره بکنن. پس یکی دیگه از پارامترهایی که من لازم می دونم حتما عزیزان ما به اون توجه داشته باشن استفاده صحیح از موارد تکنولوژی و رسانه‌ای هست. در ارتباط با بحث هدف گذاری به اونجا رسیدیم که دوستان دفتری رو تهیه بکنن، توی صفحه اول دفتر بنویسن که هدف من از تحصیل علم و دانش آن است که دانشمند و مخترع بشوم. بعد برنامه‌هایی برای دوستان در نظر خواهیم گرفت که توی این دفتر بایستی ادامه بدن، ان شاءالله مورد برنامه‌ریزی صحیح هستش. دوستان بایستی توی برنامه‌ریزی خودشون به این نکته دقت بکنن که ما 2 نوع برنامه‌ریزی داریم. 1 برنامه‌ریزی بلند مدت هست و 2 برنامه‌ریزی کوتاه مدت. برنامه‌ریزی بلند مدت ما که چشم‌انداز اصلی ما همون افق 1404 هست که در اون سال انشاءالله ما بتونیم دانشمندان و مخترعین، کارآفرینان و مبتکرین زیادی داشته باشیم، میلیونی باشیم توی این زمینه ها انشاءالله. و بر اساس این چشم‌انداز ما برنامه‌ریزی بلند مدت ما که برنامه‌ریزی حد اول 10 ساله هست را الان باید برای خودمون انجام بدیم. توی یک صفحه از دفتر دوستان میتونن یادداشت بکنن بالای دفتر برنامه های 10 ساله و بلند مدت من به شرح زیر میباشد. یکی از این برنامه ها اینه که خب من انشاءالله تا 10 سال آینده حتما یک اختراع را خواهم داشت و این را با فعل حال و عقل خودشون را بس بنویسن، یعنی به این صورت که من یک اختراع جهانی دارم و بقیه موارد را هم به همین صورت زیر او می نویسم. من یک کارآفرین موفق هستم. این به این صورت باشه که این مورد تحقق یافته و دوستان در اون فضا قرار دارن، به خاطر اینکه باید این را دقیقا توی ذهن خودتون مجسم بکنیم و در اون فضا قرار بگیریم تا انشالله به اون هدف خودتون برسید. برنامه 10 ساله خودتون رو می نویسین توی 1 یا 2 صفحه. بعد از اون برنامه هست که برنامه 1 ساله ما بهش میگیم. برنامه 1 ساله بر اساس برنامه 10 ساله شما باید تنظیم بشه. به طور مثال اگر شما نوشتید که من در برنامه 10 ساله خود یک مخترع خواهم شد یا فلان چیز رو اختراع خواهم کرد، حالا بایستی پارامترها و شرایط اون رو برای خودتون فراهم بکنید. توی 1 سال آینده چه کارهایی رو باید جا
انجام بدیم، با چه اشخاصی در ارتباط باشید. میتونید اینجا بنویسید آیا باید رشته تحصیلی جدیدی را انتخاب کنید، آیا باید وارد دانشگاه بشید، آیا باید در سمینارها و سخنرانی‌های مختلف شرکت بکنید، آیا باید کتاب‌های جدیدی را بخونید. اینها رو تمام رو توی برنامه یک ساله خودتون بنویسید که تا سال آینده من این کارها را انجام خواهم داد. و شاید دو سه صفحه از دفتر شما را به برنامه یک سال ما اختصاص بدیم و بعد از اون توانید 12 برگ جداگونه بذارید برای هر ماه. یعنی در این ماه من این کارها را انجام میدم، در ماه آینده این کارها را انجام میدم، در ماه آینده این کارها را انجام میدم. اینها دیگه جزء برنامه های کوتاه مدت میشه، یعنی برنامه یک ساله و 10 ساله تقریبا جزء برنامه های بلند مدت ما میشن و برنامه های ماهیانه، هفتگی و روزانه. که هفتگی و روزانه رو شما میتونید توی دفترچه یادداشت‌های مجزایی بنویسید که دقیقا مشخص باشه توی این هفته قرار چه کارهایی انجام بگیره، توی هفته آینده چه کارهای دیگه قرار بگیره. هر کاری از شما توی این هفته قرار بود انجام بگیره و انجام نگرفت، این بایستی به برنامه شما در هفته آینده منتقل بشه یا در روزانه‌تون به همین شکل. اگر که امروز من قرار کاری رو انجام بدم و موفق به انجام اون کار نشدم، که این در راستای چشم‌انداز و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت من هست، این بایستی به برنامه روز آینده من حتما انتقال پیدا کنه. بدین نحو شما یک برنامه‌ریزی منسجم و طولانی مدت را هدف می‌گیرید و همون جوری که گفتیم به هدف خودتون نگاه میکنید و به اون سمت حرکت میکنید. یعنی از هر فرصتی بایستی در راستای حرکت تحت چشمنداز و هدف خودتون، یعنی سمت اختراع و دانشمند شدن و انشاءالله کارآفرین بودن در کشور در سال 1404 حرکت کنیم و از هر فرصتی توی این زمینه استفاده های لازم را ببرید. انشاءالله ادامه بحث را در قسمت بعدی برنامه در خدمت شما خواهم بود. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون، خدا نگهدار. همکارانی که در این برنامه من رو همراهی کردند: سردبیر و محقق آقای مهندس سعید فرهابادی، صدا بردار آقای هادی ابوالفضلی، گزارشگر آقای نوید چراغی و من هم نفیسه نعیمی‌پور در خدمتون بودم. تا برنامه بعد خداحافظ.